ای که دستت میرسد دستی بگیر. اخلاص، برنامه برای کمک به فقرا. برنامه اخلاص، شنبه شبها ساعت 9 شب از شبکه اسلامی نگین القیاس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین دعای خوب عزیز شبکه اسلامی نگین القیاس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را سپاسگزاریم تا ما را توفیق داد در این هوای سرد زمستانی یک بار دیگر مهمان خانه های شما عزیزان باشیم. عزیزان، از برنامه اخلاص در خدمت شما هستیم به سلسله توزیع کمک های زمستانی برنامه اخلاص. این بار هم تصمیم گرفتیم به کمک الله جل جلاله، به لطف و یاری الله جل جلاله و به همت خیرین عزیز ما، 240 خانه را برنج و روغن و زغال و پیاز و کچالو و دیگر انواع مواد خوراکی را به لطف الله برای اشخاص فلج، معلول، معیوب، مستضعف و بی کسی که تحت پوشش برنامه اخلاص قرار دارد به اینها توزیع کنیم. عزیزان، همراهی من کنید در خدمت شما. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. You'll share all your joys through hardships, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a baynakum fi khayr.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های خوب عزیز شبکه اسلامی نگین القیاس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز ما محمد جان را که میبینیم، این برادر عزیز ما سرباز بوده به اردوی ملی. متاسفانه که از نایی چشم به تکلیف شده و برفته به پیش یکی از دکتر صاحب ها، چشما از این که عملیات کردم اما هر دو چشم از این نور خور از دست داده. بار دوم که رفته گفته چشم ما درد میکنه و گفتم که باید تخمرق چشم تو کشیده شه. متاسفانه که چشمای از این بکشیدن، چشم از این مسلمان رو بکشیدم و الان دیگه چشم هم نداره روشن دیله و از طرف اردوی ملی هم به زی کمک نشده، به علت از این که گفتم تذکری از این از ولایت هرات نیه، حتی هیچ مدد معاشی یا معاشی چیزی هم برای برادر عزیز ما ندادم و این برادر ما مدت 2 سال هست که تحت پوشش برنامه اخلاص قرار داره. محمد جان چی رقم حال تو خوب هستی؟ شکر شما خوبی. چند وقته که تو مریضی محمد جان؟ 3 سال میشه. 3 سال میشه؟ بله. خب چشما شما چیکار شده بود محمد جان؟ چشما که حساب آب مروری دیشتر حتی نفر میدیدم، مثلا به 5 متری یا 6 متری مشخص کرده نمیتونیستم کینه، پیش ازی مشخص کرده میتونیستم. انا بردم پیش یک دکتر رو رفتم حساب گفتم چشم عمل کنم، اون وقت من دولت بودم به قلود 207 زفر اونجا وظیفه داشتم. اینجا رفتم اونجا گفت که چشم دو رقم عملیات دارم، یک رقم عملیات به 9500، یک رقم به 12500، یک رقم لیزری، یک رقم دستیه. کار رقم خود مدام هر رقم که بیتر عمل میشه امور عمل کنه. خب بالاخره حساب 12000 رو بستم به معاینه خون، گفت که سبب یک عمل کنم، سبب چاشتی براتم عملیات کرد. یعنی بیامدم به خانه سبب براتم واکت، گفت که چی رقم کنم خوب بودم، بودم تو خوب بودم. بعدن میومدم بخونه گفتم به هر 2 ساعت قطره خوب چکن، بعد هر 2 ساعت قطره میچکن و بعد یک رقم تریک شد براتم، گفتم چشم دو چرکی شده. همین داد دیگه اش 6 ماه تدای کردم میچی به کاولم برفتم، گفتم بعد چشم دو برده شش، چشم دو چرکی شده بعد برده شش. با پاس پیش میاد خودم دکتر اومدم گفتم که امیرم شده، گفتم بعد چشم دو برده شش دیگه راه نداره. خب من به واسطه به دولت ندیشن که مثلا به ترکیه ری کنه یا به هند ری کنه یا به پاکستان ری کنه، اونجا علاج میشد. شاید هم یک چیش میبردش دیگه چیش میمیدش، چون که از این رفیق هم زیاد همی کرو بشده بکدن بشده، اما کسی ندیشن مثلا واسطه ها که دولت واسطه ای واسطه ندیشن در کسی نمیشناسه. حالا دولت معاش طور میده محمد جان؟ سالانه میده ولی سال 60000. سال 60000؟ بله. یعنی ماهی 6000 به تو میده؟ بله. سالانه چند تا طفل داری محمد جان؟ 100 تا. یک هم دختر اگمونه مریضه. یک دختر تو گفتم فلجه، درسته؟ بله. نمینجا پیش منه. خب بعد از اون دیگه دولت به تو کمک چیزی نکرد؟ نه دیگه خلاصه، دیگه خلاصه، دیگه طرف دولت هم خود. چرا ماهی 6000 به تو میده؟ دیگه چون که گفته که تو به دولت زخمی نشدی، ایرم که ما به تو کمک میکنه که میکنیم، چون که تو به دولت زخمی اگه میشدی ما ماشت رو زیاد میدادم، ولی تو به شخصی کار شدی یا خود توی کار کردی ما که نگفتیم، یا به دولت زخمی شدی یا تو به ورقه میکردی میگه تو به دولت اگه کار اتفاق افتاد با دولت مسئول. خب محمد جان این دختر تو چند وقت میشه فلج شده؟ دیگه دختر ما 8 ماه و 7 ماه تا 6 ماهگی خوب بود، بعد 6 ماهگی یک دفعه کودک به سر حمله مودن، اول فلج کسی نمیشناسه. بازم اینجا بردن پیش می دکتر، بردن دکتر هندیه، عکس از سر گرفتن از سر تا پا بس گفتن خوب نمیشه تا 6 سال بعد دوا بخوره که حداقل بعد بشینه شیشتینیشه. محمد جان چی مشکلاتی داری در زندگی خود، در اسه فامیلی چی به چی چیز نیاز داری؟ مشکلات اولی تو آیا مرفوع میشه انشالله یا نه؟ دیگه مشکلات مهمینه که اول مشکل می دیگه حساب مشکل این دخترک مونه که وضعیت دخترم خیلی خرابه، دیگه مشکل این اقتصادی که آیا این کمک های برنامه اخلاص برج به برج به تو میرسه؟ از برنامه اخلاص راضی هستی یا خیر؟ بله یا اشته راضی نیم خیر اینه خونه بود، اگه می نبودی ما چی کار میکردم؟ خود دست میکنم میشتم تا 1 سال بریم، 1 سال پرونش که دولت پول میداد، اگه می نبودی ما پول ها کجا میکردم برای اینجا رو هنو
یه چیزا بخریدی. بله بیننده های عزیز، این بود صحبت های برادر عزیز ما محمد جان. همراهی من کنید، در خدمت شما هست. Our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. علی بیننده های عزیز، ما در خدمت پدر عزیزمون به نام شاد میرزا هستین. اینها 7 ساله که تحت پوشش برنامه اخلاص قرار دارم. 7 ساله این پدر که میبینیم خود از یه چشما خون نابینای خانوم عزیز که میبینیم از یک پای خانوم عزیز قطعه و به همی که طفله های داره و پا خانوم عزیز قطعه هم هسته، باز هم میره با خانه ها به رخشویی و نون پخته، یعنی اصای خوربزر بغال خو میکنه با وجهی که یک پای داره، بازم به خونه ها به نون پخته میره. پدر عزیز، میشه خور معرفی کنیم بگیم؟ بله. چند وقت تحت پوشش برنامه ایم قرار داره؟ 7 سال میشه صاحب. 7 سال میشه؟ 7 سال میشه که کمکایی برنامه به شما میرسه؟ بله بله. چند وقت میشه که چشما خو شما نابینا شدین؟ چشما خیلی وقت میشه صاحب نابینا شدم. خانم شما چه مشکلی داره؟ خانم پای قطع، یک پای نیست، یک پای داره، این پای چپی هست و پای راستی نیست. پای راستی اونیه؟ بله. امروز به کجا رفته؟ امروز رخشوشتن رفته. به رخشوشتن رفته؟ بله. خوب، خانم شما که میره به رخشوشتن، باز شما به خانه میشینی؟ بله دیگه، میکنم منو جای برم دیگه کنم. کمکای برنامه اخلاص ما با ما به شما میرسه؟ بله. راضی هستیم از این کمکا؟ راضی نیم پلوزگاری آلم آخرت آزرت شد خار نکنه بکنم ریزستان خود خود. بله بیننده های عزیز، اینا در جای میشینن که خانه از اینا نه برق داره و نه هم آب. شما از چی استفاده میکنیم؟ ما از چا. از چا استفاده میکنیم؟ بله. برق چیکار میکنیم؟ برق سولار. از سولار استفاده میکنیم؟ بله بیننده های عزیز، در این هوای سرد زمستان ما و شما به خانه های گرم و راحت نشسته هستیم. ببینیم خانه های عزیزانه، ببینیم که به چی مشکلاتی این عزیزان ما زندگی میکنند. کمک های خود رو ببینیم که به دست چی اشخاصی میرسد. ببینیم عزیزان، کمک های شما به دست چی اشخاصی میرسد. قضاوت به دوش شما. ان الله لا نضيع اجر المصلحين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. کیست که به خدا به قرض بده؟ شما عزیزانی که کمک ها رو به اینا میکنیم، شما به خدا به قرض میدیم، نه ای که با دیگران بدیم یا با اینا. مزد خدا انشاءالله در روزی میگیریم که ولا یظلمون فتیلا. همراهی من کنید، در خدمت شما هست. This special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say all your joys through hardships, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. تقریبا اوزه کرباس هستیم، به خدمت
برادر عزیزمان. برادر عزیزمان را که میبینیم این شخص متروان بود و فلج گردیده و الان از دست و پا فلجه و مدت 3 سال هم هست که تحت پوشش برنامه اخلاص قرار داره. کمک هایی که شما عزیزان میکنیم به دست همیت اشخاص میرسه، چون این اشخاص توان ندارن، پا ندارن که بیاین در مارکت ها شما بیاین، در دکان های شما بیاین و یا سوال کنن. و این طفل جوانی هم که دارین که شما پیش از این میبینیم که ششته، این طفل هم روانیه که حتی فقط مرد از اینیه که حتی یک سطل آب از نل بگیره و به دست فامیل خود بده. میپرسیم از خود عزیز ما، چند وقت میشه خود خود معرفی کنیم؟ اسم خود بگیم. اسم عبیدالله متربون بودم، به میر لین مزهرات کابل مزار میرفتم دیگه، هم یادیسه کردم به نزدیکای گرش که علمان ما این بزرگ کرده بودم جاد در بسیار مترما چی شد دیگه، همی تو یادیسه دیدم 3 سال. از این برنامه اخلاص راضی هستیم؟ بله بله، اگر این برنامه اخلاص نبودیم ما نمیتونستیم طالب سرپا بستکیم. همی بود که مثلا ماریاری و کمک کرد که ما طالب بتونستیم زندگی خور به خوبی ادامه بدیم. کمک برج به برج به شما میرسه؟ بله کمک برج به برج به ما میرسه. بله. چی دعایی داریم در حق او بیننده های عزیز، در حق او کسایی که این کمکار به شما میکنن که این کمکار برج به برج ما میاریم به در خانه شما، چی پیامی داریم به او عزیزان، چی دعایی داریم در حق او عزیزانی که این کمکار به شما میکنن؟ دعای ما همینه که خداوند متعال به کار اینا، به زندگی اینا، به همه چی اینا برکت زیادی بده و خیر ببینه و خداوند موزد اینا رو با آخرت و حضرت بده که مثلا همچی دست همچی اشخاصی رو میگیرم و کمک میکنم به مردم و غریب و مستضعف. خداوند به کار و زندگی اینا برکتی بده. بله، من زلزی یقرد الله قرضا حسنا، کیست که به خدا به قرض بده؟ بله بیننده های عزیز، ببینیم که کمکی که شما میکنیم، کمک شما به دست چی اشخاصی میرسه؟ آیا اینا کسایی نیستن که بیاین از بستی که داشته باشن حرص دنیا به سر از اینا غلبه کنه سوال کنن یا تحت پوشش برنامه ای ما باشم؟ نه، اینا میبینیم فلجم که حتی اینها ادرار خود توسط سن میکنن. پس ان الله لا ندی و اجر المصلحین. عزیزان همراهی مان کنید در خدمت های عزیز. خواهر عزیز ما که میبینیم این مدت 3 ساله که بیوه، اما مدت 5 سال میشه که تحت پوشش برنامه ما قرار داره و این خواهر عزیز شوهر دیش که شوهر عزیز سرطان بود وفات کرد، جان به جانان سپرد، اما طفله های معصومی داره و این به سر سرک میششته که خانه عزیز توسط به همه برفا و بارشا لومبید و این خواهر را آوردن اینجگا. ما این خواهر را آوردیم به اینجگا موقتا شوندیم تا خانه برای عزیز حداقل درست کنیم. چند وقت تحت پوشش خواهر جان؟ 5 سال میشه دیگه. کمی برادرها با ما کمک میارن که خدا انطاله اینا خار نکنه تا زمانی که زنده ام. آیا شما راضی هستیم از این برنامه؟ بله اشتنیم راضیم، تا در خونه خدا از اینا خوشم که خداوند به اینا مزد بده، خدا به زود دنیا به اینا بده، خداوند بیغمی و سلامتی بده برای از اینا دیگه. بله اشتنیم خوش، اشتر راضی نیم. ما به ما کمک برنامه اخلاص به شما میرسه؟ بله، ما به ما میای به در خونه ما میارم، در خونه ما خیلی زحمت میکشن، خداوند اینا را لطف خو کم نکنه. شما درسی گرفتن این مواد خو اذیت کنیم که به شما کو زنگ نمیزنم که شما بیایم به فلان جا مواد خور بیاریم، یعنی مواد در میارم بدم خونه شما، درسته؟ ما به ما میارم در خونه ما میارم، تحویل میکنن، تسلیم میکنن، بعد از میرم خیر بینم بارک الله اینا، خداوند به زنم مزد بده، خیلی از اینا خوش و راضیم که الله از اینا راضی باشه. من 5 سال میشه دگانی به پیش خود شما اون کمکا شما همی مثلا منا میارن دگه، من دگه کسی ندارم تیر خدا.
من 5 تا مال خدا یتیم هم دیگه 4 تا یکی که برم 4 تا دیگه مال خدا دار. یکی که گفتیم برفت کجا رفت؟ به قبرستون پیش پیار خونه را نمورد دیگه شد فوت کرد. بله یک طفل ازی از کتری آب میخورده، از کتری آب میخورده که نگی یک حشره داخل کتری رفته بوده و به شکم از او رفته و امو حشره باعث شد که او طفلک 13 ساله ازی جان به جانان بسپاره. مال 4 تا دیگه مال خدا هسته، یک دختر هسته تک پسر. خب مادر جان این مرحله چندومه که به شما زغال میارم از اول زمستون؟ این مرحله دیومه. دیومه که به شما زغال میارم؟ بله مرحله اول بیاوردن، این مرحله دیومه که زغال، یعنی از اول زمستون تا حالا به شما دو دفعه زغال آوردن؟ بله دو دفعه زغال آوردن، بله خود همین دفعه دو دفعه. بله بله. بیننده های عزیز ببینیم که کمک شما به دست چه اشخاص میرسه. ان الله لا نودی و اجر المصلحین، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ما کوشش میکنیم که خود مخاطب این آیه قرار دیم. چه دعایی دارین در حق و کسایی که کمکار به شما میکنن و ما را مأمور ساختن تا ما برج به برج به در خانه شما که خدا اینا رو موفق کنه، خداوند بزینا بیغمی و سلامتی بده، خدا بزینا بده اینا به خدا میدن، نام الله میدم، اینا زتقه به نام الله میدم، اینا به من نمیدم، به خدا میدم، به خدا خدمت میکنم اینا. خداوند شما را عمر بده، سایه شما را کم نکنه، خداوند شما را موفق کنه، جوانکار بی غم و سلامتی بزینا بده که تا زنده هم همین نادار فقرا مسکینا بیوزنا اینا خدمت کنن، کمک کن. بله ببینید آقای عزیزی ابراهیم که در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خسته نباشید در خدمت بینندگان عزیز تلویزیون نگین الغیاس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز امروز روز زمستون هوای سرد، از تاجر خیر تشکر میکنیم که امروز باز هم 100 بوجی های ششمنه زغال و روغن و برنج و پیاز و کچلو به خدمت از این فقیرها و بیوزنها و یتیمها گذاشتم که اینا رو ببریم توزیع کنیم. تشکر میکنیم از غریس محترم مدیر مسئول از این برنامه که همیشه به خدمت از این فقیرها و مسکینها هستم. تشکر میکنیم از برنامه اخلاص که همیشه به هوای سرد زمستان به هوای گرم هیچ وقت اینا چه ندارم به خدمت از این برنامه هستم. به تعداد حدود 240 خونه 240 خونه به فقیر و مسکین اینا کمک به در خونه های اینا میرسونم. تشکر میکنیم از همه خیرین، تشکر میکنیم از او خیری که میگه کمک کار برین توزیع کنه، نام مر نبریم، به اشخاص معلول و معیوب و بیوزن و یتیمدار اینا رو میبرم دم خونه های اینا یکی که تحویل میدم. تشکر میکنیم از همه برادران خیری که دست در کاران از این برنامه هستم و دوست دارم به این برنامه خدمت داشته باشم. دیگه گفتنی ندارم، برادران مر میشناسم، هر وقتی که به خدمت از این فقیر و مسکینا اینا میرسم ما همکار و همراهی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های خوب عزیز شبکه اسلامی نگین القیاس، خوشحالیم که در این فصل سرما به خدمت شما عزیزان هستیم. جنگ ها، مشکلات ها، فقر و بیچارگی دامنگیر ملت ما و شما هست. به عنوان یک مسلمان وقتی که ما میخوابیم سر خود به بستر خواب میگذاریم، باید به این فکر باشیم که ما صبح که ور میخزیم چی کارهای باید بکنیم، چی پلان داشته باشیم و به خدمت کیها باید باشیم. در این هوای زمستان واقعا ما اشخاصی رو داریم که شکم گرسنه هستن، حتی طفلها اینا پای برهنه هست، عزیزان ما میاین سر گذر کار بگیر اینا نمی آید، اما لب داغ بسته پس به خانه های خود میرن. جنگ ها و خانمان سوزی هایی که میبینیم که امروز منظورم از مواد مخدر است که بسیاری از جوانان ما را دامنگیر ساخته و به کام خود فرو برده و امروز مشکلات زیادی را به ملت و بار آورده که هر کدام از اینا ببینیم که واقعا 6-7 طفل کودک دارن. وقتی که به خانه های از اینا سر میزنین ببینیم کودک های از اینا
در این هوای سرد زمستانی نه این که شکم های ناگرسنه هن، نه بلکه برای پوشیدن خود هم چیزی ندارم. بله عزیزان، هستن در این وقت، در هر وقت و زمان خیرین عزیزی که خود مخاطب والله یعیدکم مغفره قرار دادن، مشت کوبیده را بر دهان شیطان میزنن. برنامه اخلاص برنامه است که همواره به کمک شما عزیزان فعال است و به خدمت فقرای عزیز است. ما 250 فامیل را تحت پوشش داریم که همه فلج، معلول، معیوب و مستضعف هستند و ناتوان هستند و یا بیوزن یتیمدار هستند. از اول زمستان فقط تا حال این بار سوم که ما شروع میکنیم به توزیع زغال و مواد غذایی. البته این بار هم 240 فامیل را ما فقط برنج و روغن و زغال و پیاز و کچالو و دیگر مواد خوراکی را به کمک شما عزیزان میخواهیم به خدمت یکایک از این فامیل های عزیز قرار بدیم. تا این عزیزان ما در ماه زمستان که هسته، در این ماه سرد و هوای بسیار منفی 12-13 درجه که هسته، اونا هم خواب راحتی داشته باشن و شکم سیری داشته باشن و شما را بیمه الهی قرار بدن و ما را هم شامل دعای خیر خیش. عزیزان همراهی من کنید، در خدمت شما هستیم. باز جای هست، جا داره که تشکری کنیم از فرد عزیزان خیری که نمیخوان ما از ایشان نامی ببریم. اجرکم علی الله فی الدارین، ان الله لا ندیع اجر المصلحین. ای که دستت میرسد دستی بگیر. اخلاص، برنامه برای کمک به فقرا. برنامه اخلاص شنبه شبها ساعت 9 شب از شبکه اسلامی نگین القیاس است.